در خدمت شما هستم با درس میدان ها امواج که شروع مبحث مجبر ها هستش. ما توی درس های قبلی مودهای های تی ای ام رو باش آشنا شدیم. هم توی خط انتقالی اشاره بش کردیم و هم توی بحث موج تخت به تفصیل بهش پرداختیم. موج هایی که موج تخت هستن در فضای آزاد منتشر میشن و به صورت تی هستند. هستن. توی مد تی میدانای میدان های الکتریکی و مغناطیسی به هم عمودن هر دو به جهت انتشار عمودن و توی مد تی ای ای هم سرعت انتشار موج که منظورم من سرعت فاز هست برابر با سرعت انتشار توی دی الکتریک نامحدود اما همه مودهایی که هدایت میشن توی ساختارهای ما لزوما تی ای 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 نیستن و ساختارهایی که ما ازش استفاده میکنیم مودهای غیر تی ای 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 هم دارن از طرفی ما فقط با مجبرهای پارلل پلیت و کواکس و اینها که مودهای تی ام هدایت میکنن سرکار نداره ممکنه یه ساختاری به سرکار داشته باشیم که مود تی ام نتونه هدایت بکنه و همچنین دیدیم که توی فصل خط انتقال توی بحث مقدماش گفتیم که وقتی میخوایم موج از یه نقطه به نقطه دیگه به صورت افیشنت هدایت بشه باید حتما از یه ساختار استفاده کنیم که این موج رو انتقال بده اگر تو فضای آزاد این موج منتشر بشه درصد خیلی کمی از توان به اون گیرنده میرسه خاطر همین ما مجموع از ساختاره استفاده کنیم که موج رو هدایت میکنن که نمونه سادش رو توی خط انتقال باش آشنا شدیم که مود میدان ها بود ولی لزوما اینطور نیست از طرفی ضریب تضعیف مود تی هم توی فرکانس بالا خیلی زیاد میشه و ممکن دیگه هدایت موز با مود از نظر توان مقروم صرفه نباشه. اینه که ما میریم سراغ مبحث موجبر. خب توی مبحث موجبر ها ما یه سه مفروضاتی داریم. خب موجبر یه ساختاره. یه ساختار فلزیه. این ساختار فلزی ما یه ساختاری در راستای خط مستقیم. و همچنین سطح مقطعش هم یه نواخته و در طول اون خط مستقیم که شما حرکت کنید سطح مقطع موج عوض نمیشه موج با ثابت انتشار گاما داره توی این ساختار شما منتشر میشه و این ثابت انتشار مجهول ما دنبال این هستیم که ثابت انتشارمون رو به دست بیاریم خب ما فرض میکنیم که تابعیت زد ما به صورت ای به توان منهای گاما زد باشه بنابراین خواهیم داشت ای به جی، اومگا تی منهای گاما که برابر هست با ای به من منهای الفا زد ای به توان ج در اومگا تی منهای بتا زد. یعنی تابعیت زد میدانمون به این شکل هست یه تلفات یه انتشار بعد خب زمانی زبانیمون هم که طبیعتا به این شکل نظر میگیریم حالا یه نکته که هست ما میدان هامون رو توی مجبر ها فرض میکنیم که یه چنین فرمتی داشته باشن. اگر که تابع x و y و z هستن ما میاییم اون تابعیت نسبت به متقیر های x و y رو جدا میکنیم و این به توان منهای گاما z هم جدا میکنیم. چون z یه متقیر هست در طول مجبر x و y در عرض مجبر هستن. این دوتا رو ما جدا میکنیم. که ما بعد بیشتر به دنبال پیدا کردن این هستیم که این توضیح این میدان داخل مجبه ما چیه یه نکته مهمی که باید توجه کرد در ساختارهای مجبری دیگه نمیتونیم بگیم که بتا تا با اومگا رادیکال میو اپسیلو این دیگه توی ساختارهای مجبری درست نیست بتا خب ثابت فاز ماه و دیگه برابر این رابطه نیست و ما توی هر مسئله ای به طور به دست میاریم که چی هست این معادلات هلم هولتس رو در نظر بگیر برای مجبه که سطح مختلش دل خواهد خب حالا من میام مشتق نسبت به ایس وای رو از مشتق نسبت به زد جدا میکنم چون که تابعیت زد رو میدونم چیه بنابراین میشه لاپلاسیان یعنی ایکس وایش و مشتق مرتبه دومش نسبت به زد و برابر میشه با به اضافه گاما دو ای چرا؟ چون دوبار نسبت به زد از این میدان مشتق بگیریم دو بار منهای گاما میاد ضرب میشه میشه گاما دو خب؟ و این مدل هلم هولس هم و من میتونم اینجوری بنویسمش از این کاری که کردم استفاده کنم و به اضافه یه گاما دو ای دارم یه کا ای. اینا رو همه رو ببرم جمع کنم اینجا قرارش بدم که اینم باید علال قاعده برای بر بشه به خاطر این معادله برای اچ هم میتونیم یه چنین کاری انجام بدیم بنابراین معادلات هلمز ما به این شکل در میاد حالا معادلات ماکسولمون رو ما میایم با این فرضی که تابعیت زد میدانمون به این شکل هست بازنویسی میکنیم میای معادلات ماکسولمون رو بازنویسی میکنیم و روند به روند زد با ضرب منهای گاما جایگزین میکنیم خب بنابراین سه تا معادله که از کرل ای ناشی میشن به این شکل خواهند بود به روند وای به اضافه گاما ای وای این مشتق نسبت به زد بوده که ما با حاصل ضرب منهای گاما نوشتیم و اینها هم تابعیت های ایکس و وای میدان هستند و به میشه با منهای جی اومگا میو اچ ای ایکس منهای گاما ای ایکس منهای روند ای, ای z به روند x برابر میشه با منهای j اومگا میو اچ وای و روند ای وای به روند x منهای روند ای x به روند وای برابر میشه با منهای j اومگا میو اچ زد یه صفر هم باید این بالا قرار بدیم خب اینها ناشی از باز کردن این کرل بودن و این طرف هم که Hx و اچ و Hz زد مؤلفه رو جداگونه داشت دقیقا همین کار رو برای کرل اچ هم انجام میدیم روند اچ زد روند وای به اضافه گاما اچ وای برابر میشه با این عبارت مؤلفه بعدی روند اچ زد x برابر میشه با این عبارت و روند h y به روند x منهای روند h x به روند y برابر میشه با جای اومگا اپسیلون ای, ای از خب نگاه کنید روند ای از به روند y روند h z به روند y بعد مثلا روند ای از به روند x روند h z به روند x چون که اینها هر دو حاصل کرل هستند شما اگر که میخواهید باز کنید بنویسید حتما دقت کنید که فرمت مشتقا باید مشابه هم باشید. این روابط رو داشته باشید شما گزارش هم بکنید 1 2 3 4 5 و 6 خوب این رو داشته باشید حالا فرض کنید که من میخوام مؤلفه ای وای صفر رو بر به مؤلفه های طولی به دست بیار الان ما توی موجبر کلا روال کارمون اینه که مؤلفه های طولی که ای زد صفر و اچ زد صفر هستن ای زد صفر و اچ زد صفر این دوتا مؤلفه طولی مؤلفه هایی هستن که ما خیلی باش کار داریم و اینا رو میگیم به دست میاریم که حالا در آینده بیشتر توضیحشو میدم بقیه معلفه ها یعنی ای, 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 ای رو بر حسب اینها به دست حالا با استفاده از این معادله ها من میتونم معلفه های عرضی رو به حسب معلفه های طولی بنویسم مثلا میتونم معلفه ای وای رو به حسب h زل و بنویسم الان من ای وای رو میخوام بیام Hxf رو از این معادله 5 قرار بدم تو این معادله بعد میتونم ای وای رو بحث به به ای از رو اچ بنویسم جای گذاری جای گذاری اچ صفر از معادله 5 در معادله یک و بگم اچ شما توی معادله 5 اگر حساب کنید به دست میاد روند اچ زد به روند ایکس منهای J اومگا اپسیلون ای وای سفر تقسیم بر گاما نگاه کنید روند اچ زد رو اون طرف طرف این رو به این منهای گاما تقسیم میکنیم اچ ایس به این شکل در میاد بنابراین با جای گذاریش تو معادله یک خواهم داشت روند ای زد سفر به روند وای به اضافه گاما ای وای سفر برابر میشه با منهای جی اومگا میو تقسیم بر گاما در منهای روند اچ زد سفر به روند ایکس منهای جی اومگا اپسیلون ای وای نگاه کنید رابطه یک و روند ای زد به روند وای گاما ای وای همین اینجا بازنویسی کردم سمت راست داشتم منهای جی اومگا میو اچ ایکس منهای ج اومگا میو و اچ ایکس هم جای گذاری کردم بنابراین من میتونم ای وای رو به این شکل بنویسم اگر که اون رابطه رو را یه مقدار دیگه روش کار کنم روند ای زد سف راند وای من های جی اومگا میو تقسیم بر گاما روند اچ زد به روند ایکس برابر خواهد شد با چی؟ من گاما من های K2 تقسیم بر گاما E وای که اومدم اینجا ایه وای رو بردم سمت راست این رونده ایچه زد رونده رو بردم سمت چپ در نهایت خواهیم داشت ایه وای مساوی هست با یک تقسیم بر گاما دو به اضافه K2 که چجوری به وجود میاد یک گاما اینجا مخرج مشترک بگیرید یه منفی هم فاکت رو صورت میشه گاما دو به اضافه کی دو در گاما روند ای زد صفر به روند وای منهای جی اومگا میو روند اچ زد سفر به روند ایکس نگاه کنید الان ای وای بر حسب ای زد و اچ زد به دست اومد اگر این کار ادامه بدید میتونید بقیه مؤلفه های ارزی رو یعنی HXF, HYF, EXF رو بر حسب HZ و EZ به دست بیارید. بنابراین ما میتونیم بیایم و این معادلات هلم هل که به این شکل در اومدن رو برای مؤلفه های طولی حل بکنیم و با به دست آوردن EZ0 و HZ0 مؤلفه های ارزمون رو از روش با استفاده از این روابط این رابطه و این روابط به دست بیاد بنابراین اینجا توی این اسلاید من نوشتم که ما این دو تا معادله هلم هولز هل داریم با استفاده از شرایط مرزیمون اینها رو حل میکنیم چون یه معادله دیفرانسیل مطب دور رو شما وقت شرایط مرزی براش داشته باشین جوابش به دست میاد به صورت یک تا بعد از اینکه شرایط مرزی اعمال کردیم و اینها رو حل کردیم این معلفه های طولی ما به دست میان طولی ما یعنی این زد صفر رو زد صفر به دست میاد بعد با داشتن این دو تا مؤلفه به میتونیم توسط اون روابط یک تا شیش اچ ایکس صفر اچ و ای وای رو به دست میاد این روالی هستش که ما در ادامه مبحث مجبر برای به دست آوردن میدان های داخل مجبر استفاده میکنیم این عبارت رو این بهش میگن H2 همونطور که میبینید اینجا این تقسیم بر H2 یا این عبارت اینو بهش میگن H2 اینو رو اسمش رو توی رفرنس ها گذاشتن H2 بنابراین انتشار موج توی موجبر میشه به سه دسته کلی تقسیمش کرد توی حالتی که مد TM داشته باشیم هم EZ مون هم HZ صفر صفره یعنی نه EZ داریم نه اچ خب میدونیم ما تو راستای انتشارمون تو مد ام نباید معلفه میدان داشته باشیم معلفه های میدانمون تو مد باید بر راستای انتشار عمود باشن اما تو حالت تی ای ما ایز فقط نداریم یعنی اچ داریم و تو حالت تی ام نداریم ایز داریم اگر بخوایم حالا هر دو ایز و اچز رو داشته باشیم یه مقداری محاسبش سخت میشه و در حد درس میدان ها امواج نیست بخاطر خاطر همه توی درس میدان ها امواج حالتایی بررسی میکنیم که یا ایز یا اچز صفر باشن برای مودهای داخل موج که کاربردشون هم بیشتره اون مودهایی که هم ایز هم اچز توشون وجود دارن میشن مودهای هایبرید که کاربردشون کمتره خب میریم یکی یکی اینها رو بررسی می‌کنیم. مد TM EZ و HZ توش صفره. این مد TM تنها در صورتی جواب داره که h صفر باشه. چرا؟ چون که توی این معادلات که ما داریم وقتی EZ و HZ صفر باشن این صورت صفر میشه. برای این که این میدان‌ها جواب غیر صرف داشته باشن میدان‌های ارزی ما باید مخرج هم صرف باشه که صفر صرف, صرف نیاز به رفع ابهام داشته باشه که حالا با یه روشی دیگر از این که حالا توی فصل قبلی هم دیدیم میدان رو به دست میاره و توی مده تی ام تنها در صورتی جواب داره که تنها در صورتی برای معادلات جواب وجود داره H مساوی با صفر بشه H که صفر بشه H در واقع H2 برابر هست با گاما 2 به اضافه K2 که این گاما را هم یه اندیس ام براش میذاریم این برابر صفر میشه بنابراین و گامای TEM شما برابر میشه با JK و برابر میشه با J اومگا میو اپسیلون که این چیزی بود که قبلا دیدیم و همچنین سرعت فازم هم تو حالت TEM برابر میشه با اومگا تقسیم بر K که برابر میشه با یک تقسیم بر رادیکال میو اپسیلون ای این چیزی هست که دیدیم دیگه ما به اندازه کافی توی درس‌های قبلی با مود TEM سر کله زدیم از طرفی هم امپدانس موج توی حالت تی ام به این صورته اگر شما توی معادله های دو و چار مثلا تو معادله دو ای ایکس خب وقتی که ما Tm باشه این جمله رو نداریم ای ایکس رو به اچ وای توی این معادله اگر تقسیم بکنین زد تی ام شما به دست میاد یا تو معادله شماره چار ای ایکس رو به اچ وای تقسیم بکنید فرق نمیکنه. برگردیم اینجا بنویسیم در معادله های دو یا چهار اسلاید شماره هشت اسلاید هشت ای ایکس را به اچ وای تقسیم کنیم ضد تی ام که امپناس موجمون هست به این شکل به دست میاد که در نهایت برابر همون اتا میشه که اتمون هم برابر هست با رادیکال میو تقسیم بر اپسیلون که دیدیم اینها همه این حرفایی که در مورد مد تی ای ام میزنیم اینا همه قبلا دیدیم یه نکته دیگه هم که هست این هستش که موج تی ای ام توی ساختارهایی که یه هادی دارن نمیتونه منتشر بشه حداقل دوتا هادی میخواد یا اینه که ما فضای آزاد داریم تو فضای آزادمون داره موج تخت تیم منتشر میشه یا اگر توی یه ساختار خط انتقالی موج بخوایم باید مثلا خط انتقال دو سیمه داشته باشیم یا کابل کواکس داشته باشیم یا مثلا خط انتقال دو صفحه موازی داشته باشیم که هر کدوم اینها دو تا هادی دارن به خاطر همین میدونیم که اینا میتونن مد تی ام رو تو خودشون منتشر کنن اما حالا میگم ساقه مد تی توی مد تی ام اچ همونطور که میدونیم بنابراین فقط باید این معادله رو برای شرط مرزی حل کنیم معلفه های ارزمون رو با استفاده از اون معادله هایی که داشتیم به این شکل به دست بیاریم که فقط میدان ای میمونه به وای اچ وای برابر میشه با جی اومگا اپسیلون تقسیم بر اچ 2 روند ای زد سفر به رند ایکس ای ایکس میشه منهای گاما تقسیم بر اچ 2 روند ای Z به راند وای این باید راند ایکس باشه و ای وای مصابه با منهای گاما تقسیم بر اچ 2 روند ای زد صفر به روند وای خب به این روابط دقت کنید میبینید ای ایکس هست روند ای زد و روند ایکس ای وای هم هست یه زگه در روند ای زد صفر به روند وای بنابراین ما میتونیم معدلفه های عرضی الکتریکی الکتریکیمون توی حالت تی ام رو به این شکل بنویسیم این تی اندیس ترانسورسه اگر من یک گوشه اینو بنویسم این تی منظورم من از اندیس تی همون ترانسورس یعنی ارزی خب وقتی که می‌نویسم ای صفر تی یعنی مؤلفه های ارزی ای صفر. تو مدتیه. تی میبینید می‌بینید یه منهای گاما تقسیم بر h دو ضرب یک گرادیان ترانسورس ای صفر که گرادیان ترانسورس هم اینجا تعریف کردیم بنابراین ما میتونیم با این کار راحت تر توی مود تی ام معلفه های الکتریکی رو به دست بیاریم. خب امپدانس موج توی مود تی ام از تقسیم میدان ای به اچ یا میدان ای به HX ای ایکس ای 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 به دست میاد که برابر میشه با گاما تقسیم جا مگاه اپسیلون و دقت کنید که الان وقتی که میخوایم یه سیستم راستگرد میدان داشته باشیم میدان ارزی ای میشه در راستای x ارزی h میشه در راستای جهت انتشار میشه مثبت چون جهت انتشار مثبت زده اگر ما میدان ارزی ایمون در راستای وای باشه و h مون در راستای x باشه یه علامت منفی باید اینجا بذاریم به این نکته دقت کنید و h هم به طور کلی میتونیم از این رابطه به دستش بیاریم یعنی ای ترانسورس اینجوری به دست بیاریم h کلیمونو به این شکل به دست بیاریم خب ما این معادله ای که اینجا حل کردیم اگر این معادله رو اسمش رو بذاریم یک ستاره این معادله رو من اینجوری اسم گذاری میکنم خب بعد این معادله یک ستاره فقط به ازای مقادیر مشخصی از H جواب داره که به این مقادیر مشخص میگن مقدار ویژه یا آیگن ولیو که اینم می اینجا معادله یک ستاره به اعضای مقادیر مشخصی از اچ جواب داره این مقادیر گسستن گسسته هستند یعنی این اچ ها هر مقدار نمیتونن داشته باشن دیسکریت هم گسستن که باز در آینده خواهیم دید منظورم از این دیسکریت بودن چیه و به ازای مقادیری از H که معادله جواب دارد مقدار ویژه مسئله میگویند خب این مقدار ویژه مجموعه همون آیگن ولی هست گاما برابر هست با رادیکال H2 من کادو چرا چون خب گفتیم دیگه ما گفتیم H2 رو همون گاما 2 به اضافه k یعنی گاما 2 به اضافه کادو رو تعریف کردیم H2 پس گاما میشه این عبارت که H یه آیگن ولیوی هست که بر حسب مسئله ما به دست میاد حالا شما فرض کنید که این رابطه داره یه جورایی انگار با ما حرف میزنه چه میگه به ما میگه که اگه من یه نمودار داشته باشم به این شکل که این محور من اومگا دو میو اپسیلون باشه یعنی این در نقطه از این محور من که این اومگا دو اپسیلون برابر شد با H2 که اون اومگایی که به ازاش این اتفاق میفته رو من میذارم اسمش اومگا c. توی این نقطه، اینجا، جایی که این اتفاق میفته یا به عبارت بهتر فرکانسی که به ازاش این اومگا دومیو اپسلون رو میشه H2 گاما میشه صف. خب، اینجا توی ناحیه ای که اومگا دومیو اپسلون از H2 بزرگتر باشه یعنی اینجوری توی سمت راست این خدچین چه اتفاق رفته این عبارت زیر رادیکال منفی میشه رادیکال ما مهم خالص میشه وقتی که این ثابت انتشار مهم خالص بشه یعنی ما انتشار موج داریم انتشار موج در موج بر. اما وقتی که این کوچیکتر باشه فرکانسمون از یه فرکانس مشخصی که بعدا براش اسم میذاریم کوچیکتر باشه که به صورت که اومگا دو میو اپسیلون کوچیکتر از اچ دو باشه اینجا دیگه ما انتشار موج نداریم انتشار موج نداریم این عبارت داره یه چنین چیزی رو به ما میگه خب بنابراین فرکانسی که به ازاش این اتفاق میفته بهش میگن افسی یا فرکانس قط یعنی فرکانس قط فرکانسی که از اونجا به بعد انتشار موج از به قبل انتشار نداریم یعنی یه سی هستش که فرکانس ما باید از اون بزرگتر باشه تا موج توی موج بر منتشر بشه این فرکانس قطعه عبارتش هست چی؟ H تقسیم بر 2 P رادیکال میو اپسیلو که خب میبینید دیگه الان اومگا سی رادیکال میو اپسیلون که بشه H اومگا سی میشه دو پی اف سی و از روی این اف سی ما به دست میاد خب حالا این چیزی که گفتم اینجا بیشتر مشخص هست وقتی که اف از اف سی بزرگتر باشه گاما یا ثابت انتشار یه عدد مختلطه که به این صورت به دست میاد بنابراین گاما که یه عدد مختلطی شد گاما هست در واقع جی بتا بتا ثابت فاز ما هست پس بتا برابر میشه با کی یکه منهای اف سین تقسیم برای اف به توان دو خب این میشه ثابت فاس از طرفی ما میدونیم که گاما دو میشه اچ دو منهای کادو درسته؟ برای این گاما میشه جی رادیکال کادو منهای اچ دو درسته؟ بنابراین بتا میشه رادیکال کاردوی منهای H2 که این رابطه خیلی مهمه این رابطه بیشتر به ما دید میده که داره میگه چه فرکانس از فرکانس قطر بیشتر بشه این عبارت کوچیکتر میشه و این ثابت انتشار به ثابت انتشار که در حالت فضای آزاد داشتیم نزدیکتر میشه این رابطه هم همینطور این بیشتر به ما دید میده ولی این رابطه بسیار کاربردیه یعنی شما اگر مقدار ویژه مربوط به اون مسئله مجبریتون رو داشته باشین ثابت فازتون به راحتی از این رابطه به دست میاد و لانداجی هم که هست طول موج توی مجبر شما از این رابطه به دست میاد این لانداجی طول موج هدایت شده است یعنی بهش میگن guided wavelength یا طول موج هدایت شده لاندا جی میزن این با لاندا فرق میکنه به عبارت اگر دوباره بنویسیمش میشه دو پی تقسیم بر بتا میشه دو پی تقسیم بر رادیکال K دو منهای H 2 این الان میبینید که دو پی تقسیم رادیکال K دو همون لاندا بود الان مخرجش نسبت به لاندای مقدار کوچکتر شده بنابراین این از لاندای فضای آزاد بزرگتره تو موجبر طول موج داخل موجبر از حالت فضای آزاد بزرگتره خب سرعت فاز به این شکل میشه بر حسب سرعت نور و فرکانس و فرکانس قد این یو در واقع سرعت نور هستش که یو نوشتیم چون ممکنه ثابت دیلکتیکش یک نباشه و میبینیم که این سرعت فاز ما از یو بزرگتره سرعت گروهمون هم بر حسب سرعت نور و فرکانس قطع به این شکل به دست میاد که میبینیم از این سرعت نور کمتره و یو هم برابر با یک تقسیم بر رادیکال میو اپسیلون یه نگاه دوباره به امپدانس موج میکنیم این امپدانس موج بر حسب فرکانس قطع میتونیم به این شکل بنویسیمش یک منهای اف تقسیم بر اف به توان دو که اگر توی نمودار بخوایم رسمش کنیم به این شکل محور افقیمون فرکانس نرمالیزه شده به فرکانس قطع از فرکانس قطع به بعد که ما انتظار انتشار موجود داریم و اینم مقدار حدیش که اتا هست این به این صورت خواهد بود تقریبا از مقادیر نزدیک صفر شروع میکنه میاد به این شکل هستش این زد تی امه. میبینید که وقتی که فرکانس خیلی از فرکانس قد بزرگتر بشه و فاصله بگیرد کلا رفتار مجبر شبیه همون رفتار فضای آزاد یا الکتریک نامحدود میشه شما چه بتاش رو در نظر بگیرید چه لانداجی رو در نظر بگیرید چه سرعت فاز سرعت گروه امپدانس موج اینها همه وقت فرکانس خیلی از فرکانس قطع بزرگتر بشه به هم حالت فضای نامحدود میل میکنه خب حالا اگر بریم زیر فرکانس قطع ثابت انتشار ما کاملا حقیقی میشه یا عدد کاملا حقیقی میشه بنابراین هیچ انتشاری نخواهیم داشت و در این حالت هم امپدانس موج کاملا مهمی خالص میشه که نشون میده که هیچ انتشار موج هیچ انتقال توانی نداریم این امپنانس موج ما در این حالت همونطور که میبینید کاملا مهمیه یا پیورلی راکتیو و وقتی که ما زیر فرکانس هستیم هیچ توانی هیچ توانی در مود تی وقتی که f کوچکتر از f باشه حمل نمی شود. این توان منظورمون توان حقیقی هستش. خب میگم سراغ مود تی ای. توی مود تی ای ای z صفره در راستای طولی در راستای z معلفه یه میدان الکتریکی نداریم ولی معلفه میدان مغناطیسی داریم. حالا معلفه های ارزوی اگر که بازنویسی کنیم خواهیم داشت منهای گاما تقسیم بر H2 روند H Z0 به روند X H صفر میشه منهای گاما تقسیم بر H2 روند HZ Z0 به روند Y ای ایکس هم برابر میشه با منهای J اومگا میون تقسیم بر H2 روند H Z0 به وای و ای وای برابر میشه با جی اومگا میو تقسیم بر اچ 2 روند اچ زد سفر به روند X های عرضی میدان به این صورت به دست میان شما میتونید مشابه حالت تی ام محلفه های عرضی یا ترانسورس میدان الکتریکی رو به این شکل به دست بیارید که منظور ما از گرادیان ترنسورس HZ در واقع این هستش که بگیم آی x هد روند به روند x آی وای هد روند به روند وای زد حالا امپدانس موج تو حالت تی ای به این شکل به دست میاد و میدان الکتریکی هم شما میتونید به این شکل به دست بیارین مشابه مود TM وقتی که f بزرگتر از fc باشه ثابت انتشار به این شکل هست امپلانس موج هم توی مود TE ای به این شکل هست حالا اگر که ما اینو رسمش بخوایم بکنیم این فرکانس نرمالیزه فرکانس قط و اینم z TE ای انجام یک انجام اتا خب حالا میبینید که همیشه از اتا مقدارش بیشتره و یواش یواش میل میکنه در فرکانس هایی که خیلی بزرگتر از فرکانس قصد باشن به سمت خود اتا خب از طرفی وقتی که ما انتشار داریم خب به هم مشابه همون حالتی که توی TM داشتیم برابر میشه با یک من های اف تقسیم بر اف به توان دو برابر میشه با همون رادیکال K2 منهای H2 اما اگر فرکانس کاری ما از فرکانس قدر کمتر باشه ثابت انتشار حقیقی میشه ZT امون پیورلی را اکتیف میشه دوباره من اینجا می نویسم پیورلی ری و هیچ انتشار موجی نده حالا اگر بخوایم بین امپدانس مدای تی ای و تی ام مقایسه بکنیم به این صورت فرکانس نرمالیزه به فرکانس قط یک و اینم اتا شما زد تی ایتون به این شکل بود و زد به این شکل میبینید که زد تی معمولا از زد تی هم بزرگتر خب اگه بخوایم یه بندی داشته باشیم برای این مودهایی که گفتیم ما میخوایم مقایسه بکنیم و جنبندی روی یکی بحث امپدانس موج و یکی هم بحث طول موج که حالا بلانداجی هم نشونش میدن یکی برای مود تی ام مود تی ای مود تی ام. خب تو مود تی ام امپدانس برابر بود با اتا و لاندا هم برابر بود با یک تقسیم بر اف رادیکال میو اپسیلون اما تو حالت تی ای امپدانس میشه همون اتا تقسیم بر یک منهای اف سی تقسیم بر اف به توان دو و طول موج هم میشه لاندا تقسیم بر یک منهای اف سی تقسیم بر F به برای مدتی من میشه اتا زبدر در یک منهای اف سی تقسیم بر F به توان 2 و لاندا هم میشه لاندا تقسیم بر یک منهای اف سی تقسیم بر F به و 2 یه مقداری سعی میکنیم تی رو پایین تر بنویسیم تی که بهتره و مشاهده میکنید که این به چه صورت هست هر کدوم از این مودها بحث بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم مجبر دو صفحه موازی هستش یا پارالل پلیت Transmission لاین یا میتونیم بگیم پارالل Plate Wave تا قبل از ورود به این اسلاید ما ویژگی کلی مودهای داخل مجبر رو بررسی کردیم با سطح مقطع دلخواه حالا از این اسلاید به بعد میخوایم ببینیم که به ازای هر هندسه خاصی از موجبر ما اون مودهامون مودهای تی مودهای تی ایمون به چه صورت هستن یه سری هندسه های خاص رو میخوایم بررسی کنیم که اولین هندسه همین مجموع دو صفحه موازیه که مدای تیمش تی تی رو توی درس سوم ما بررسی کردیم حالا میخوایم مودهای تیم و تیش رو بررسی کنیم در درجه اول فرض میکنیم که انتشار مود در جهت زد باشه فرض میکنیم انتشار مود در جهت زد باشه زد باشد و برای از زد این جهت هستش و این جهت رو هم x می نامیم و این جهت رو هم y این فاصله بین دو صفحه هم b بهش می خب فرض می کنیم که انتشار ما در جهت z باشه از طرف دیگه چون که مجبر در راستای x بی نهایته فرض می کنیم میدان هامون در جهت x تغییرات نداشته باشن تغییرات نداشته باشن که یعنی روند رو ایکس همون صفر باشه چون ساختار در این به و این معادله که میبینید دی دوی ای زد به دی وای دو به اضافه اچ دو ای زد مصاب این معادله جوابش میتونه سینوس باشه میتونه کوسینوس باشه میتونه نمایی باشه ولی با توجه به این شرط مرزی که به ازای وای مساوی صفر رو بی باید ای زد صفر بشه تنها چیزی که توش میتونه صفر کنه سینوسه با این مقدار ویژه ام پی بیان. یعنی الان اینجا مقدار ویژه ما برابر شد با ان پی بیان. خب بنابراین تو مدتی میدان الکتریکی لانگیتودینالمون یا میدان الکتریکی در رستای زدمون به این فرمت هست بنابراین با توجه به روابطی که قبلا ارائه دادیم فرمت های ارزی هم میتونیم به این شکل به دست بیاریم جی اومگا اپسیلون تقسیم بر اچ آی ان کسینوس ام پی وای بیوم و یه وای هم میشه منهای گاما تقسیم بر اچ آی ان کسینوس ان پی وای بیوم. الان دقت بکنید که تنها میدانی که مماس هست با این صفحات فلزی میدان در راستای زده که به ازای وای مصاب و وای بی صفر میشه و اون میدان تیکی که در راستای وای داریم به این صفحات فلزیمون عموده دیگه نیاز نیست که توی وای مصاب صفر بی صف بشه نکته دیگه که دقت میکنید این هستش که میدان مقناطیسی کل برابر هست با این عبارت ای به توان من های گاما زد فراموش نکنید که این چیزی که ما به دست آوردیم توضیح ارزی میدانه و فرم کلی میدان به این شکل هست یعنی این عبارت ضرب ای به توان من های گاما زد. این رو فراموش نکنید برای میدان الکتریکی هم دقیقا به همین شکل حالا میدان الکتریکی ارزی میدان مغناطیسی ارزی میدان الکتریکی ارزی آ وای هست ای وای با تابعیت ارزی ای به من های گاما زد. خب یه نکته رو هم که دقت میکنید این آی ان زریب اکسایتیشن ما هست. یعنی با توجه به اون دامنه تحریک یا دامنه تغذیه که داریم این آی بدست به دست میاد. خب مقدار ویژه ما برابر شد با ان پی بی همونطور که دیدیم و ثابت انتشارمون به این شکل میشه و به تا یا ثابت فازمون خب به این شکل میشه رادیکال اومگادو دو میو اپسیلون منهای ان پی میون به توان دو و از این فرکانسی به بعد ما ثابت فاز حقیقی و ثابت انتشار مهمی داریم اون فرکانس رو بهش میگن فرکانس قطع طبق روابطی که قبلا دیدیم به این شکل به دست میاد ان تقسیم دو بیگاه میو اپسیلون برای مثال اگر که ان مساوی با یک باشه شما فرکانس قطعتون برابر میشه با یک تقسیم بر دو بی رادیکال میو اپسیلون و به این مود میگم مود تی ام یک مود تی ام یک چرا؟ چون انش مصابه با یکه مود تی ام یکه انش مصابه با یکه و فرکانس قطعش از این رابطه به دست میاد اگر برای مثال m مساوی با دو باشه ما فرکانس قطعمون به این شکل میشه دو تقسیم بر دو بی رادیکال میو اپسیلون یا یک تقسیم بر بی رادیکال میو اپسیلون که مود تی 2 هست و همینطور چه ان بره بالا مودهایی که مرتبهشون بره بالا تا فرکانس قطعشون هم بزرگتر میشه و به اعضای فرکانس بیشتر از این FSC اون مودها تحریک میشن الان یه اندیس هم اگر برای این مودها ها بذاریم خیلی بهتره FSC هه برای مثال مثلا یک FSC هه دو موجود از این یک TM1 هه یا TM2 هه حالا این مقدار چون جاید کم بود میخواستم کوچیک بنویسم فقط یک نوشتم منظور از این یک همون TM1 هه اگر که توی مجبر و صفحه موازی ان رو برابر صفر قرار بدین چه اتفاق میفته؟ ای زد صفر شما صفر میشه و فقط معلفه های ای ایکس و داریم. فقط معلفه های ای ایکس و اچه وای داریم. و فرکانس قطع این مود برابر صفره و من به همه فرکانس ها وجود داره حالا کنید مؤلفه ای x در اچ و جهت انتشار هم زده پس یه جورای مدمون مد تی ای ام بگید بتاش هم که حساب کنید نگاه کنید وقتی رو میذارید صفر بتا هم میشه اومگا رادیکال میو اپسیلون بنابراین این مود مود تی ای امه. در واقع مود تی ای امی که تو دست سوم رو بررسی کردیم وقتی که مود تی ام موجبرمون رو انشو برابر با بر بر صفر قرار بدیم این همون مود تی میشه و این بهش میگم مد قالب در مجمع دو صفحه موازی مد قالب مودی با کمترین فرکانس قطعه منظور از مود قالب هم مودی هست که کمترین فرکانس رو داشته باشه کمترین فرکانس قطع رو داشته باشه الان اینجا وقتی که ما دو صفحه موازی باشیم خب طبیعتا مود قالبش مود TM0 یا TM. -ه. به این مود از طرفی میتونیم TM0 هم بگیم مود tm صفر. این مود TM0 در واقع همون مود TM ماه که مود قالب ماست حالا میخوایم بریم سراغ مود TE مود TE برای موجبر دو صفحه موازی توی مود TE Z 0 HZ داریم معادله هرنهوتس رو که براش بنویسیم به این شکل میشه حالا اگه بخوایم شرایط مرزی برقرار کنیم شرایط مرزی ما با میدان الکتریکیه و اینجا ما معادله دیفرانسیل مرتبه دوی که داریم برای میدان مقناطیسیه بنابراین شرایط مرزی که برای میدان الکتریکی داریم و باید بر حسب میدان مقناطیسی به دست بیاریم این کار چجوری میشه انجام داد شما اگر که کل اچ مساوی با جی اومگا اپسیلون ای, ای رو در نظر بگیرین یکی از جملات این کرل هست چی؟ ایه ای ایکس مصابه با یک تقسیم بر j اومگا اپسیلون روند اچ زد به روند وای خب و این صرف شدن ای, ای ایکس معادل صرف شدن روند اچ زد به روند وای هست بنابراین ما شرط مرزی که برای ای, ای, ای ایکس اینجا داریم میتونیم بر حسب h به این شکل می‌نویسیم بنابراین d h به دی وای روی صفحات وای مساوی با و وای مساوی با b صفر میشه یا که یک, یک اکولاد اینجوری بذاریم الان دقت بکنید که ما طبق هندسه مسئلهمون مؤلفه های مماسی با صفحات پی -سی ای سی ایکس و ای زد که باید صفر بشه چون تی ای داریم بررسی میکنیم ای زد نداریم فقط ای ایکس داریم بنابراین حالا چون که مشتق HZ باید توی وای مصابه و وای مصابه صف بشه به خاطر همین HZ کسینوسیه و مقدار ویژهش همون MP بیومه خب معلفه های ارزی اگه ما بخوایم به دست بیاریم بر حسب معادلاتی قبلا دیدیمشون به این شکل به دست میاد گاما تقسیم بر H2 BN که این BN همون زریب اکسایتیشن هست یا زریب تغذیه وابسته به این هستش که با چه دامنه مو تغذیه میکنیم این مود رو و یه ایکس هم به این شکل دست میاد J اومگا میو تقسیم بره H2 BN سینوس NP بیام وای الان میبینید ای ایکس ای به ازای وای مساوی با و وای مساوی با میشه. طبق معمول مقدار ویژمون که اینه ثابت انتشارمون به این شکل به دست میاد. بنابراین فرکانس قطع مدهای تی ایمون هم به این شکل هستن. مشاهده میکنیم که فرکانس قطع مدهای تی و تی با هم برابره. از طرفی باید دقت بکنیم که مد تی ای صفر نداریم. به صورت یه نکته اینجا می مد تی نداریم. چون همه معلف های میدان صفر میشن همه میدان های آن صفر میشود خب شما نگاه کنید اینجا الان اگر که n رو صفر بذارید HZ یه عدد ثابت میشه ولی h و EX به طور کامل برابر صفر میشن و اصلا فقط معلفه ارزی h میمونه با یه عدد ثابت که چیز ارزشمندی که بخوایم بهش توجه کنیم نیست و نمیشه اسمشون مود گذاشت بنابراین ما تی صفر نداریم مدتی ام صفر داریم ولی مدتی تی صفر نداریم بر بر و برای مد برای مزبر دو صفحه موازی مد تی ام صفری بود که تو چند تا اسلاید قبل باش آشنا شدیم خب حالا میخوایم بریم ضریب تضعیف مد تی ام رو محاسبه کنیم چرا با مد تی ام باید ضریب تضعیف داشته باشه چون که فرقی هم نمیکنه مد تی ام یا مد تی مزبر دو صفحه موازی مزبر مستطیلی فرق نمیکنه به هر حال ما فلزاتی که دیواره های مجبر ما رو تشکیل میدن هادی کامل نیستن یعنی پرفکت الکتریک کاندکتر نیستند در واقعیت و گود کانداکترن و چون گود کاندکتر هستن یه ضریب تضعیفی ناشی از این قضیه دارن که باعث میشن انرژی موجی که داره داخلشون هدایت میشه میره جلو تضعیف بشه تا حدی حالا همینجا دقت بکنید ما چند جا توی این درس میگفتیم که موج انتشار نداره مثل چی؟ مثل حالت باستاب کلی یا مثل حالتی که فرکانس از فرکانس قطع پایین باشه و یه جمله ای به تمام که نشون دهنده میرا شدن موج بود می نوشتیم. اون حالت نشون دهنده این بود که چون امکان انتشار موج وجود نداره موج اصلا وارد اون ساختار نمیتونه بشه و این جمله ای به های آلفا زدی که داشتیم نشون دهنده تلف شدن توان نبود صرفا داشت نشون میداد که اصلا موج وارد اون ساختار میشه. اما اینجا ما موج داره تو موج بایمون با یه مود منتشر شونده ای میره جلو مثل مود تی ام. ولی چون هادی کامل نیست صفحات فلزیمون یه تلفی صرفا ایجاد میکنه یعنی موج میتونه تو ساختار بره از طرف یه تلف دیلکتیک هم داریم که توی درس های قبلی وقتی که بحث تلفات برای انتشار موج تخ رو مطرح کردیم شما اون زریب رو به دست داردی. حالا میخوایم زریب تلف ناشی از حادی کامل نبودن فلزات رو به دست بیاریم. آلفا سی این سی بیانگر کانداکتره یعنی همون حادی کامل نبودن فلزات. گود کانداکتر. آلفا سی برابر پی الزد تقسیمان دو پی ازت. خب منظور از پیزت چیه؟ منظور از پیزت متوسط زمانی چگالی توانه؟ چگالی توانی که از یه سطح مقطع عبور میکنه و پی ال زده مونم متوسط زمانی توان تلف شده در یک سطح مقطع خب بنابراین برای اینکه ما بخوایم آلفا سی رو حساب کنیم باید این دوتا عبارت رو حساب کنیم برای یک مود مشخص و از روی اونها ضریب تضعیفمون رو حساب کنیم خب وارد محاسبه پی میشیم ما الان میخوایم ضریب تضعیف رو برای مد تی ام حساب کنیم مود تی ام ان توی مد تی ام ان ما چی داشتیم ایه ای وای داشتیم و اچ ایکس بنابراین بردار پوینتینگ شما میشه یه دوم ریل ای وای اچ ایکس کانجوگیت بنابراین شما اگر میخواید این پی رو حساب کنید میاید یه دوبلو ضرب میکنید به خاطر اون بحث سطح مقطع و انتگرال میگیرید اون بردار پوینتینگ رو ای وای سفر کانجوگیت روی اون سطح مقطعتون اومدیم این در واقع چیکار کردیم اگه این مجبر دو صفحه موازیمون باشه که این فاصلش بیه یه عرض دبلیوی انتخاب کردیم و روی یه سطح مقطعی مثل این داریم متوسط زمانی چگالی توان رو داریم انتگرال میگیم این متوسط زمانی چگالی توان نمونه که از پوینتینگ به دست اومده که توی درس دوم بهش اشاره کردیم باهاش آشنا شدیم حالا میخوایم انتگرالش بگیم چون در راستای x که من یه عرض w رو انتخاب کردم در راستای x تغییر نمیکنه دبلیو رو بودیم بیرون و فقط در راستای و انتگرال میگیریم اگر این انتگرال رو حساب بکنین ای و اچ رو از عبارتی که برای مود تی ام ان توی چند تا اسلاید قبل به دست آوردم جایگذاری کنید، برابر میشه با دبلیو اومگا اپسیلون بتا تقسیم بر دو بی آی ان ان پی به توان دو انتگرال از صفر تا بی کسینوس ان پی وای دی وای به توان دو در نهایت پی زد ما برابر میشه با دبلیو اومگا اپسیلون بتا بی در بی آی ان مثلا بر دو np به توان دو خب این از P زدمون. ما برای توان تلف شده باید چیکار کنیم باید اول جریان سطحی روی دیواره های بالایی و پایینی رو به دست بیاریم جریان سطحی روی دیواره های بالایی و پایینی چجوری حساب می شد با استفاده از شرایط مرزی یعنی آی این هد کراس اون جریان سطحی ما میشه ما اچ مماسمون الان چه اچیه؟ اچ ایکس آی این هم آی وایه بنابراین جریان سطحمون در راستای زده هندسه مسئله رو اگر دقت بکنی روی دیواره پایینیمون راستای ایکس این بود راستای وای هم این بود راستای زدم این بود بنابراین من روی دیواره پایینیم یه اچ مماسی داشتم در راستای x که بردار عمود بر این فلز هم در راستای y بود بنابراین جریان سطحی در راستای z برای دیواره ای که بالا جریان سطحی میاد در راستای منفی z قرار میگه بنابراین اندازه جریان سطحیم که در راستای z برابر میشه با اندازه h x توی y مساوی سفر. اون وقت توی y مساوی هم اندازش همینه فقط علامت منفی داره شما اگر حساب کنید برابر میشه با اومگا اپسیلون بی آی ان تقسیم بر ان پی خب این از چگال جریان سطحی حالا توان رو به این شکل حساب میکنیم یه بار برای دیواره پایینی حساب میکنیم زب در دو میکنیم برابر این مساوی میشه با دو دبلیو این متوسط توان تلف شده برابر میشه با یه دوم جی اس زد که اینجا حساب کردیم به توان دو آره اس آره اس هم مقاومت سطحی فلزه این مقاومت سطحی فلز رو ما توی درس های مربوط به موج تخت به دست آوردیم همون مقاومتی هست که ناشی از هادی کامل نبودن صفحات فلزی بالا و پایین موجبر ماست که برابر میشه با اومدیم اینجا توی مساحت ضربش کردیم با ضرب کردن W این هم متوسط زمانی شد به این شکل به دست میاد و در نهایت برابر میشه با W اومگا اپسیلون B تقسیم بر N P به توان دو RS RS چیه؟ RS رو دیدیم دیگه توی درس های قبلی RS برابر بود با P F میوه C تقسیم بر زیگمای C این C یعنی کاندکتر بنابراین آلفای سی میشه پی زد تقسیم بر دو تا پی ال زد. که اگر حساب کنید در نهایت برابر میشه با دو اومگا اپسیلون آر اس تقسیم بر تا بی یا دو آر اس اتا بی رادیکال یک منهای اف سی تقسیم بر F به توان دو این میشه آلفای سی ما که می ما اگه ساده ترش بکنید به این شکل میشه حالا برای مود تی ای هم اگه همین کار انجام بدین خواهیم داشت W انتگرال از صفر تا B این بار چی داریم؟ این بار ای ایکس ای اچه وای کانجوگیت چون تو مود تی ایمون ای ایکس ای ای داشتیم و اچه وای وقتی میخوایم بردار پوینتینگ حساب بکنیم و از معلفه های ارزی استفاده میکنیم چون معلفه های ارزی که دارند اون بردار پوینتینگ ما رو تشکیل میدن و این در نهایت مساوی خواهد شد با W Omega میو Beta B B بی, بی, بی ان دو Np به توان دو همینجا حالا یه نکته رو دقت کنید الان پی زدمون تابع آی این شد پی ال زدمون هم تابع آی این شد میبینید پی ال تابع آی این شد ولی آلفا سی تابع آی این نشد یعنی اگر شما برای هر مودی حساب میکنید زریب تضعیف یه مود نباید تابع زریب اکسایتشن یا دامنه تحریکش باشه این نکته مهمی هست حالا اگر برای این مود تی ای پی ال حساب کنیم برابر میشه با دو دبلیو یه دوم جی اس ایکس آر اس مصابه میشه با دبلیو بی این دو آر و در نتیجه آلفای سی برای مود تی ای این مصابه میشه با پی ال زد تقسیم بر دو پی زد مصابه میشه با دو آر اس اومگا میو به تا بی n p توان دو و میتونید باز به این شکلم بنویسید الفا c t e ای n میشه با دو r s f c 2 تقسیم بر اتا b f 2 یک منهای f c تقسیم بر f توان دو اینجا هم بهتر هست من اینجا بنویسم چی N اینجا توی همه این اگر بنویسیم مود TM بهتره که اشتباه نشه مود MN اینجا مد TE و بگه زریب تضعیف با این روال به دست میاد